بعد از این کاترین اومد علاوه بر اینکه این کار کرد گفتش که خب خیلی از شما ممکنه با فریم ورک مختلف کار کرده باشه مثل ریاکت. یکی از فریم ورک معروف ورداش هم ریاکت گفتم ورداش و اونو یه ذره بستش داد که شما بتونید داخل کاترین ریاکت بزنین و تبدیل بشه به همون ریاکتی که دارین استفاده میکنین. سینتزش هم دقیقاً مشابه همون ریاکته. حالا من دو تا سامپل کد میذارم میفرستم برای بچه‌ها، حالا تو گیت میکنم بعد میفرستم برای بچه‌ها که بخوام میتونن ازش استفاده کنن، خیلی به درد بخوره. و تمام اینا داخل کاترین رپرز گذاشت. کاترین رپل یک سری از رپرها هستن، تنها ریاکت نیستن، یک سری از رپرها هستن عشان ازش استفاده کنیم. بازم برای اینکه راحت‌تر بشن یه گروه دیگه اومدن یک کتابخونه درست کردن به اسم Create React Kotlin App که نمیدونم Create React App های کار کرده باشیم، میدونین که براتون قشنگ یه دونه فریمورک، یه دونه پروژه آماده براتون آماده میکنن، بعد میگه که حالا برین کدتون رو بزنین. اینم دقیقاً داره همین کار رو انجام میده. ما از همون روش استفاده میکنیم. من اینو اضافه کردم، تنها کاری که باید بزنیم Create React Kotlin App و اسم پروژه رو میذارم What. بعد تو این پروژه قرارم چیکار انجام بدیم؟ تا حالا فینگلیش زیاد نوشین، من مخصوصا خیلی فینگلیش مینویسم و بعضی موقع لازمه که من فینگلیش رو ترجمهش رو به فارسی از شیر پی استفاده میکنم، ای پی گوگل رو نمیدونم تا حالا دیدین یا نه، ولی تو ترنسلیت اگه فینگلیش بنویسین زیرش میگه آقا من نظرتون این بوده یا نه، از همون استفاده کردم و آوردم داخلش. دیگه الان وقت ندارم رو پست من اینا تست کنم بهتون نشون بدم، فعلا فقط پروژه رو بیلد میکنیم که انجام بشه بره. وقتی اینو میزنیم یه دونه انگار این ریکوست فرستاده میشه با همچین انگار چیزی با همچین URL، همین ریکوست انگار که اگه اینجاشو نان کنین این تیکه فارسی که من اینجا نوشتم توش اومده. قبل از این شکر من اینو نمیبستم، خدا شکر این پروژه با تو باز کنم. بازم میگم بذاری ایندکسینگ کامل انجام بشم. خب وقتی پروژه ایندکسینگ کامل انجام شد حالا میتونین مثلا این تیکه به درد نمیخوره مال اضافه است، من اینو رانش کنم که ببینیم پروژه سمپلش چجوریه با دستور npm start. اگه با npm کار کرده باشیم میدونید دستورات ساده داره مثل npm start که براتون پروژه رو ران میکنه. و خوبیه که کاترین رپر داره میاد از وب پک استفاده میکنه. وب پک اینه که میگه آقا تمام کانفیگوریشن های پروژه بیلد کامپوزیت من خودت با هندل میگیرم، هر موقع هم پروژه تغییری داشت من همه رو چک میکنم و تغییر داشت سریع پروژه براتون آپدیت میکنم که ببینید. اینم همین جوریه، دقیقاً هر تغییری که میدین شما همونجا براتون کامپایل میشه انگار و میتونین ببینین. خیلی خب من میخوام یه چیز ساده بگم، این دوتا رو حذف میکنم، داخل اپ هم میرم اینا رو هم پاک میکنم و خب بعد اینا رو هم باید پاک کنم. میرسیم برای که ساده‌ترین چیز ممکن، ساده‌ترین یو آی ممکن داخل داشته باشیم از تابه استفاده میکنیم به اسم رندر که میاد جانم دوباره مثل همون طریق دوباره یه دونه element root توی HTML همون داریم، دوباره همونو گرفته و میگه آقا کاری که میگیم رو این انجام بده. کاری که میگیم چیه؟ مثلا به عنوان مثال من می‌نویسم یه دیو برام باز کن. یه دونه تگ هدر بذار برام من که نوشته توش باشه هلو ورلد. اوکی؟ و اون تگ هلو ورلد رو نشون بده. من کافی کنترل اس بزنم، کامپایل می‌کنم اونو. و بعدش میتونم هلو ورلد رو ببینم. خیلی خب چجوری می‌تونیم دیو این رو بهترش کنم؟ بیام یه تابه براش بنویسم درسته؟ بنویسم مثلا تابه هلو.
ولی از یه چیز استفاده کنیم به اسم آر بیلدر، که اون آر بیلدر به خاطر همینم براش اکسترنال فانکشن می‌نویسم، آر بیلدر دات هلو مثلا بیاد بعد اینا رو داخل این بنویس و بعدش هم هلو. ولی خب این روش درستی نیست، میدونی من جواب میده یا سراغ کد نمیرم. بهترین روش چیه؟ خود ریاکت چی پیشنهاد کرده؟ خود ریاکت میگه از کامپوننت من استفاده کن. کامپوننت شما چجوریه؟ میگه آقا یه کامپوننت داریم، مثلا به عنوان مثال اینجوری کامپوننتی که داریم، شما یه دونه کلاس ساده است از آر کامپوننت که مخفف ریاکت کامپوننت اکستند شده، دو تا تایپ اینفرنس بهش دادیم، آر پراپس و آر استیت. بعد اینکه بعدن داخلش استفاده میشن و بعدش دوباره اون کلاس رو برداشتیم به عنوان یه تابع دوباره پاسش میدیم به اون بعد. این داخل ایندکس اینجا اینا رو من پاک میکنم، بذارم پاک نکنم، میتونم اینجا برگردم بنویسم اپ و دوباره میره اون چیزی که اینجا نوشتیم و برای ما انجام میده. کامپارکی میشه، خودش دوباره چیز میکنه، رفرشش میکنه و به ما انجام. خیلی خوب. حالا من چیز دیگه میخوام، یه دونه اینپوت داشته باشم، یه دونه کامپوننت دیگه داشته باشم به اسم کلاس وات. ها بعد یه چیز دیگه میادم رفتون بگم، یه خوبی دیگه که کاتلین داره، کاتلین ریاکت داره، اینه که نگران CSS نباشین. شما مثلا اینجا داخل ایندکسمون اومده گفته تمام CSS داخل کل پروژه رو برو بخون، اونا رو برامون کنار پروژه بیار، که این خیلی به درد میخوره. از همون CSS میتونیم برای استایل دادن به پروژه استفاده کنیم. کلاس وات میسازم، اکستندش میکنم از ریاکت کامپوننت، آر پراپس و آر استیت رو به هم بده. میگه یه دونه تابع رندر هم برای من برگردون، رندر هم برام برگردون. دوباره یه تابع میسازم به اسم و آر بیلدر دات وات مثلا، که این برگرده یه چایلد برگردونه که چایلدمون باشه از وات و کلاس و هیچ چالش دیگه هم زیرش نباشه بشه. خب داخل اپ میرم اینجا و برمیگردم میگم برو وات منم برام استفاده کن. این داخل وات، اینجا میگم یه دیو میخوایم، داخلش میخوام یه اینپوت داشته باشیم که بتونیم مقدار داخلش بنویسیم. اینپوتمون میخوام یه آیدی داشته باشه. آیدی ها اگه تالا HTML کار کرده باشین که مثلا کار کردین میدونه که یه دونه attribute هم داخل برای هر تگ element HTML. ما هم attribute رو با استفاده از attribute به اسم attribute استفاده میکنیم ازش و بعدش میگیم آیدی و بعد اینجا مقدار آیدی بهش میدیم. مثلا اینجا من اسمش رو میذارم input و بعد از اینکه این کار انجام میدیم دیگه چی میخوایم؟ دیگه مثلا یه دونه باتن میخوایم، درسته؟ باتن میخوایم که این باتن یه دونه تکست داشته باشه به اسم what و دوباره یه دونه المنت دیپ مثلا میخوایم که اینجا یه تکستمون برام نشون بده، تکستمون مقدار value داشته باشه که value رو هم این بالا تعریف میکنیم، میگیم value برای اسباب یه استرینگ خالی که این value رو از اینجا میگیریم بهش میدیم. خیلی خوب، این اگه بیلدش کنیم برای ما اینو برمیگردونه که اینجا داره مقدارش می‌نویسیم. حالا می‌خوایم آن کلیک لسنر براش بنویسیم. آن کلیک لسنر بازم یه دونه اتریبیوته، با اتریبیوت با اتش می‌گیریمش، بعد آن کلیک فانکشن بهش میدیم و هر چی بخوایم اینجا رو داخلش می‌نویسیم، براش کاراش انجام میدیم و بعد میگیم که بیا برو input element رو بنت برام بگیر document.getElementById و مقدار input رو من میخوام، اون input که اونجا دارم، بعد اینو مقدارش رو value که میخوام برگرد بنویس توی این. بعد یه چیزی چون مدلی که این یه element کلی میگیره، میخوام اون elementمون input element باشه، یعنی input element که معرفی شده، یه دونه کستش میکنیم به HTML input element
و بعد این الان میتونیم بزنیم input dot value و مقدارش رو میگیره توی value میفرسته و این value تغییر میکنه، این هم انجام میشه. میزنیم اینجا تستش میکنیم، control shift on. البته این موقعی بود که من میخواستم چیز بنویسم تست و میبینیم تغییر نمیکنه. دلیل چرا تغییر نمیکنه؟ دلیلش اینه که خب ما باید یه جوری باشه که وقتی مقدار میگیریم بگیم به انگار اون دیو پایین که آقا این ولیوی منم بگیر پاس بده، ولی ریاکت اینجوری نیست. اگه ریاکت کار کرده باشه میدونین که ریاکت برمیگرده میگه که آقا شما بر من استراکچر دیتا رو بر من تعریف کن، هر موقع استراکچر دیتا تغییر کرد من یو آی برات میسازم، لازم نیستش که دوباره برین یو آی خود تغییر بدین، میگه فقط دیتا رو بر من تغییر بده. باش این کار انجام میده. چجوری این کار انجام میده؟ یه چیزی استفاده میکنه به اسم استیت. حالا چجوری ما در اونجا ازش استفاده کنیم؟ ما اینجا میگیم یه اینترفیس درستش رو به اسم استیت آخره، نگران نباشید تمام داره میشه آر استیت. و بعدش آر استیت من یه مقدار وریبل ولیو داره از جنس استرینگ و بعدش اینجا به جای آر استیت به من استیت رو بده. و بعد داخل اینجا ما به جای که این کار انجام بدیم از یه تابعی به استفاده میکنیم به اسم set state عجب. بعد میگیم توی این set state من بیا مقدار value که داخل دیگه این نیست، مثلا به اون کار نداریم، این value که داخل state هست یعنی اینجا اینو بردار مقدار داخل این بده. و اینجا هم وقتی مقدار میخواییم بخونیم برمیگردیم میگیم state.value و حالا منتظر وامسیم تا بیلد بشه و بعد از اینکه بیلد میشه اگه تست رو بنویسیم اینجا و مقدار تست رو میخواییم. این اینجا مقدار استراکچر دیتا تغییر کرد، ما دیتا رو تغییر دادیم. اینجا بدون اینکه ما بهش بگیم حالا توی بهش بگیم که آقا این مقدار تغییر کرد، حالا برو مقدار دیف المنت آیدی شو بخون مقدار ولیوش تغییر بده، اینجا خودش مقدارش تغییر پیدا میکنه. و بعد شما میتونی حتی پروژه بزرگتری بزنیم باهاش، به عنوان مثال که حتی ارتباط داشته باشه مستقیما با انگار فرض کنیم جانا آره ای پی آی، مثلا ای پی آی گوگل ارتباط داشته باشه. بعد یه سوال ممکنه پیش بیاد ازتون که آیا میتونیم از کتابخونه جی وی استفاده کنیم؟ نه، از کتابخونه جی وی نمیتونیم استفاده کنیم، از کتابخونه جاوا اسکریپت میتونیم استفاده کنیم. من اینجا یه کتابخونه استفاده کردم به اسم اگزیو، یه کتابخونه ان پی ام به اسم اگزیو. و اون کتابخونه NPM رو انگار اضافه کردم و بعدش تونستم از اون کتابخونه بیام کنار پروژه استفاده کنم. حالا مثلا بخوایم نمونه کار رو ببینیم، مثلا اینجا اون چیزی که تولید کردیم و سلام من حالم خوبه، بعد میگه به من چه؟ سلام من حالم خوبه چطوری؟ چی؟ بزاریش کنم؟ نبینه چطوریش ماشاءالله غلط املایی داره، بلد نیست بچه. بیا بریم بیرون. خیلی خوب براتون این کار کامل انجام میده و میتونیم بریم. حالا مثلا یه ذره یو آی پیچیده تر میخواییم، بازم یه یو آی پیچیده در اصل همین بود میخواستم بهتون بگم. راستی واسه این قبل از اینا بهتون بگم قشنگی کاترین ریاکت چیه؟ قشنگیش اینه که شما نیازی نیست برین یه توتوریال جداگانه بخونین، شما میتونین از همون توتوریال های خود ریاکت استفاده کنین و اون پروژه که میخواین رو بیلد کنین، مثلا به اون چیزی که میخواین، به اون دانش که میخواین برسین. به عنوان مثال خود ریاکت یه دونه کتاب خونه، یه دونه توتوریال داره که آموزش میده بهتون که این تیک تاک تو اینو دیدین اینجوریه، مثلا یکی زب در میذاره یکی دایره میذاره. الان رو صفحه بود دوز، آفرین دوز اسم فارسیش میدونی نه که خارج بود، لندن بچه لندنم. مثلا زبدر میذاره اینجوری، مثلا همین پروژه رو من درست کردم، حالا بعدا براتون میذارم دیگه اینجا لودش نمی کنم. من دقیقا از همین استفاده کردم و تونستم
چی اسمشه؟ تیک تاک تو. تیک تاک تو. و تونستم همه درست کنم. خب قشنگ می‌بینیم مثلا این ضرب در این دایره، این ضرب در این ضرب در وینر ایکس. بعد جالب اینجاست مثلا میتونیم برگردیم به همون نقطه. ای بابا بلدم نیست. خیلی خب دوباره مثلا این چیز قشنگ میتونین حتی یو آی پیچیده‌تر با همون توتوریال خود ریاکت انجام بدیم. متاسفانه کسانی که کاتلین جی اس استفاده میکنن خیلی کمن. چرا؟ چون بودیره که نگفتم بهشون چه خوبیایی داره، ولی واقعا قشنگه. من خودم وقتی این استفاده کردم بعدش پشیمون شدم چرا کاتلین فارسی رو کلا با کاتلین ریاکت درست نکردم. ولی خب الان که نگاه میکنم اینم خیلی راه بود، طولانی بود، ولش کن بیخته بهتره اینجوری بچسب. همین دیگه. نتیجه نهایی این که میتونید حتی لایف پریویو داشته باشین، لایف دیتا داشته، لایف کد داشته باشین اینجا. بله.